حتی نگفت که دستت درد نکنه. گرفت و رفت. بقیهشم که هزار بار شنیدم. حفظم. شما میرین خونه و نصف شب بهتون زنگ میزنن که تورای ماشین زده به بابا. راننده هم میاد برسونتش بیمارستان. تا وقتی میفهمم وسط را تموم کرده اون جلوی در بیمارستان رهاش میکنه میره. یعنی حرفای عموتو باور نمیکنی؟ بیمعرفت. اگه این قصه راسته پس چرا این همه سال مخفی کاری؟ کمک مالی به دلاورم یه بار، دو بار، نه 20 سال. منو ببخشید عمو جون ولی باور حرفاتون خیلی سخت. نرو اینجا در بهزاد، بیراه میبرتت. منو ببخشید عمو جون اما من با این حرفا قانع نشدم. برای همینم تا ته این بیراهه به قول شما میرم تا بفهمم قضیه از چه قراره. خداحافظ. برو هر قراری که داره بخواد بخور. حرف آخرمه، یادت باشه. حتی که اینجا گشتی بیرون دیگه بر نمیگه. بی خود نیست از قدیم میگن حرف حق تلخه. من دنبال حقیقت هم همونجون. حقیقت بابتش هر تاوانی هم لازم باشه میدم. شب شما خوش. چرا اینقدر هرس میخوری؟ سکته میکنی مرد؟ ما رو تو آستینمون پروری شده بودیم نمیدونستیم. بیا اینم از خودی هر شدن میشه از خودی دیگه. من قانع نمیشم ماما. بعدم من شروع نکردم که بخوام تمومش کنم. اخراج سهیل یه حقیقتی رو برای من روشن کرد. اونم اینه که بدونم عموم کیه. بابا بهزاد باز که تو داری حرف خودتو میزنی که سهیل دشمن عموته. هر چرت و پرتی میتونه ببافه. دروغ میگم؟ ببین بهزاد، یه دشمن یه دوز نمیتونه دلیل موجهی بر رفتارهای تو باشه. بابا همین الان میگم. تو رو خدا دیگه بس کن بهزاد. چی رو بس کنم مادر من؟ من که کاری ندارم. شماها به من گیر دادین. یه چیزی بهتون بگم با همتونم، اگه نمیخواین کنار من باشین ابی نداره، مهم نیست، اما خواهش میکنم روبروی من وای نستین. ببین بهزاد جون، نوکرتم شرمنده ها، من از این به بعد کنارت نیستم داداش. نه کنارتم نه جلویت. من آقا غریبه هم، من هیچ کارم. آقا به همه هم اعلام کنم من از فردا برمیگردم کارخونه. به عمو میگم غلط کردم، میگم غلط کردم تو کارمو پس بگیرم. آقا غلط کردم. خیلی خوب، پس جلوی این آقا دیگه از من چیزی نپرسین، برای اینکه نمیخوام خبراش به عمو برسه. خبره آقا چی؟ خبره اونم نمیخوای بهت برسه؟ بس کن منو چه؟ مامان، ما فردا مهمون داریم. حالا تو این مرافع تو هم مهمون بازیت گرفته؟ کی هست؟ عمه فاطمه. کی؟ چی؟ اگه زحمتی نیست برای شام تدارک ببینید. از کجا پیداش کردی؟ میگم جلوی این آقا دیگه از من چیزی نپرسین دیگه. بعدم دیدی سرای خانم، فقط من غریبم. لیوان دیگه آب بریز مادر. نمیدونم چرا از زور تا الان دهنم خشک میشم. یعنی چی؟ دیگه خسته شدم از دستشون. هر چی بهشون نمیگی هی بروتر میشن. کوتاه بیا مامان، عذر از این که از خرابترش نکنم. 5 سال با همین رفتارشون هی منو میچزونن. دستشون درد نکنه. خوب جواب محبتاتو دادن. پسره هرچی از دهنش در اومد بهت گفت. تمومش کن سرور، نمیخوام چی بشنوم. از بس بغض کردم و دل خوردم دارم خماد میگیرم. تو تمام این سال نتونستم یک کلوم به تو اعتراض کنم. حرف حسابه چیه زن؟ مگه برای تو بچه ها کم گذاشتم؟ هر کاری برای ما کردی، 10 برابرش برای اونا کردی. فکر کردی یادم میره، فکر کردی فراموش میکنم. الان وقت این حرفا نیست. منم حوصله شنیدنشو ندارم. تو دخالت نکن. آره، نباید دخالت کنم. بریز و بپاششون با من بدبخته. جنگ اعصابش مال منه، مریضی سردرد جنابالی مال منه. اون وقت من نباید دخالت کنم. میدونی از چی خوشحالم؟ از اینکه بالاخره شناختیشون. حالا میخوام ببینم بازم جواب خواستگارای این بچه رو سر بالا میدی؟
مامان خواهش میکنم تو دعواتون پای منو وسط نکشین. اجازه بدین برای زندگی شخصی خودم تصمیم بگیرم. سرور، من مجبور بودم به خانواده برادرم برسم چون مسئولیت داشتم. بهار، تو هم دیگه حق نداری اسم بهزاد تو این خونه بیاری. فهمیدی؟ حالا زحمت کم کنی میخوام استراحت کنم. بفرمایید. نشدی چی گفت؟ دیگر جون من چی میخوایی؟ مگه منو صدا نکردین؟ بکنم کارم دارین، اگه مشکلی هست میتونی با من در میون بذارید. برو بچه، برو. چشم، من میرم، ولی خواهش میکنم به اعصابتون مسلط باشین. اگر هم درد و دل خواستید با اون بکنید، من همین بغلم. برو ده. خیلی خوب بود بابا، به این تو روانشناسی میگن تخلیه عصبی. سفارش های شما الان همه چاپخون هست. سلام. من تاریخ تحویل ندارم. خودشون که نیستن، یه چند وقتی رفتن مسافرت. سلام خانم. سلام خانم، بفرمایید. حالا آقای فروزان فرستم، دخترم آقای فروزان. حالتون چطوره؟ خوبید خانم؟ منم چگینی هستم از شرکای شرکت. خیلی خوشبختم. خیلی خوش اومدین خانم فروزان فرستم. ببخشید به جا نیاوردم. خواهش می‌کنم. تشریف دارن؟ نه متاسفانه. راستش خط اصلیشون که خاموشه. یه خط اعتباری هم دارن که ما شماره‌شون نداریم. حالا میخواین تشریف داشته باشین، چای نسکافه ای در خدمتتون باشیم، شاید تا اون موقع اومدن. میتونم راهنماییتون کنم تو اتاق ایشون، منتظر بمونید. ممنون، باید برم. بیا لطفی کنید اگه اومدن یا زنگ زدن بگین حتما یه تماس با من بگیرن. بله حتما. ممنون، با اجازه. خداحافظ. به پدر محترمتونم سلام منو برسونید. روزگیتون میرسونم. خداحافظ شما. قضیه چی خانم جعفری؟ نمیدونم، ولی فکر کنم بین این دوتا خانواده شکرابه. فعلا که با ندونم کاری های این آقا بهزاد اوضاع اینجا هم شکرابه. سلام، فروزانفر هستم، بهزاد فروزانفر. شما دستتون رو بندازین دور گردنش تو هم قشنگ بچسب به ماما. آه، حالا بخن قشنگ، بخن دندونات پیدا شه. آفرین، مامانش هم بخنده. 3 2 1 خیلی ممنون، خوب بود. ستاره خانم، میخوام که یه عکس تکیه هم ازش بندازین. خب با همین لباس؟ نه، لباس براش آوردم. خیلی خب، پس تو شما لباسش رو عوض میکنین، من برمیگردم. اگه ممکنه تو آشپزخونه صحبت کنیم. فقط من خیلی وقت ندارم آقای فروزافر، برید سر اصل مطلب. قرار بود فیلمی که تو موبایل سهیل رو به ما بدی. ببین شازه پسر، چند بار گفتم اگه فیلم رو میخوای سهیل باید از زندان آزاد. صدات میره بیرون. دادگاه واسه آزادی سهیل 50 میلیون تومن وثیقه خواسته. من خرج اینجا رو به زور در میارم. بفرمایید. دست شما درد نکنه. شما که باید کاسبیتون خوب باشه. آتلیه عکاسی بدون تابلو سردر، بدون مجوز، بدون اماکن و مالیات، جای ما باشین چیکار می‌کنین؟ اگه پول داشتیم که لازم نبود زیرابی بریم که. ببین آقای فروزانفر، شما به سهیل احتیاج داری. پس وثیقه‌ش هم خودت جور کن. این حرف شماست یا حرف سهیل؟ حرف من و سهیل و شهرام یکیه. لب به مطلب. خب اگه نتونستم سند و وثیقه جور کنم چی؟ خیلی راحت، بی خیال فیلم ها میشی، میری پیش عمو جونت،
میگی عمو جون غلط کردم، شکر خوردم. شهرام مؤدب باش. خیلی خوب. ستاره خانم. بله. لباس اصل رو عوض کردم. اومدم. ببخشید. ستاره خانم. به سهیل بگی من جبران میکنم. با آزادیش جبران کنی. چیه؟ تو بیست که دنبال درد سر میگردی ها؟ ببین شازده، من اند درد سرم. آقای درد سر، فعلا بی خیال، ما توی یه تیمی. اه؟ آره، خداحافظ. عزت زیاد، هم تیمی. دستتو بکشی کارا چیه؟ کی تو رو را داد اینجا؟ آقا اسمش غلط کردنه، شما هرچی صداش میزنی بگی من همونو بخورم. پر رو بازی در نیار، تو اخراجی. آخه با صفا با مرام اخراجم واسه یه بزرگواری مثل شما یه رسم رسوماتی داره نداره؟ که چی؟ آخه نوکرتم خاک پاتم، اخراج بدون پرداخت حقوق معوقه، بدون محاسبه سنوات و مزایا، یعنی خشم و غضب یه بزرگواری مثل شما که میخواد چاکرشو ادب کنه. آقا چشم ادب شدم تموم شد رفت، یه غلط اضافه‌ای بود از سر ندونستم. آقا به جون منو چر، گناه من اینه که شوهر خواهر برادرزادتونم. شما خودتون میبینی این همه سال بالا نسبت شما اینه سگ دارم کار میکنم، ولی یه سقف بالا سرم نیست، زیر سقف اونا دارم جیک جیک میکنم، سر سفره اینا دارم نون میخورم. آقا چشم رو چشم، دندم نرم، چشم کور، میرم چادر میزنم. برو خودت سیاه کن، من از این دلقک بازی ها حالا برم میخوره. آقا به خدا من خودم سیاه شدم. برو هر غلطی دارت بخواد بکن، تو اخراجی. سلام قربان، آقا چه بفرم سر کار کن، بفرم سلام علیکم. آقا ببخش. من سلام. با شما هم سلام آقا، من کنار شما آقا، حالا گفتن نداره. دیشب وقتی بهزاد سلام علیکم، بهزاد از پیش شما برگشت خونه، من زدمش، چنان زدمش که چراغ تو چشش روشن شد. زدیش؟ آره آقا، گفتم تو حق نداشتی. بعدم چنان خوابوندم تو گوشش که رد انگشتام این تو پهنای صورتش موند. تو غلط کردی دست رو برادر زاده من بلند کردی. آقا جواب نمک نشناسی و قد نشناسی چیه؟ آقا یه سیلی لازمش بود. تو کی هستی که به کسی درس بدی؟ ای به قربون این مهربونیاتون برم، انقدر بهزاد بهتون بدی کرده ولی دارین ازش طرفداری میکنی. روم سیاه بذارین حالا که به اینجا رسی رازشو بگم. آقا نزدمش ولی به جون خودم تا دلتون بخواد سرش داد زدم. میگی نه، زنگ بزنین بپرسین. آقا من دیگه بریدم، به جان خودم کم آوردم. بابا من این وسط هیچ کارم. تو رو جون اون دختره نازنتون منو قاطی دعواتون نکنین، به والله من هیچ کارم. بیا دفتر کارو برم. چی آقا؟ آقا بفهم سر کارتون. ممنونم. بفهم. جاب مهندس. بذاری تو دستگاه خانم. ایشون بودن دیگه در چشم. نخواب صورتش ببینه، برو نزدیکتر. متشکرم. خواهش میکنم. خانم شما بفرمید، درم پشت سرتون دارم. چشم. این کیه منوچهر؟ جان؟ گفتم این خانم کیه منوچهر؟ از اینجا که خیلی واضح نیست.
نه نمیشناسمش. کی اینو فرستاده؟ چه منظوری داشته؟ چرا خودش خواهرزاده من جا زده؟ چی بگم آقا؟ من بی تقصیرم آقا. بس کنون در شاب مرده رو. آخش من آخه اصلا بی من کاری نیستم. این خانم اجازه بدیم بشینم. این جریان این خانمه ببخشید من یه ذریع گلوم خورش رو میل نداریم آقا. چجوری بگم این همین ماجرای این دعوایی که پیش اومده این چیز میکنه بهزاد میخواد بره عمش رو پیدا کنه یعنی خواهر شما رو بیارتش رو همین دعوایی که بین شما هست بکشونتش وسط دعوا که اینطور دختره چه نقشی داره؟ این دختره اینا وکیلشه دیگه یه وکیل حق باز بله صد اوگه آقا ببخشید من دیگه جسارتم همه چی واضح و کامل گفتم برم سر کارم خسته میشی برو خونه استراحت کن برم خونه خواهد گناه من چیه بهزاد حالش بده تقصیر بقیه چیه آقا اون خودش داره تخت گاز میره تا بخوره با صورت تو دیوار من اصلا کاره نیستم با اون نیستم هیچکی هم با اون نیست آقا بذاری من سر کارم بایستم کنارتون باشم یه شرط داره چشم آرو چشم هر شرطی باشه اصلا نشنیده قبول میکنم من مطیعم بهزاد یه شاهد داره درسته؟ بله آقا درسته بهش بگو یه قراری بین من و شاهدش بذاره چشم آرو میخوام جلوی چشم خودش با هم رو در روشه بله حتما اگه حرفاش دروغ نباشه باید تو چشم نگاه کنه و تکرار کنه چشم آرو حتما امر دیگه ای نداریم برو منو چه؟ با کار انجام ندیدی بر نمیگردی کارخونه چشم حتما ببخشید خب خواهرزاده قلدری این وکیلی ازت بسازم که صد تا وکیل از توش در بیاد حسام چند تا بچه داره؟ دو تا دختر، یکیشون انترنه، یکیشون هم روانشناسی میخونه. ماشاءالله وضعشون هم توپ. با این ارثی که پدر بزرگت براتون گذاشته، شما هم باید وضعتون خوب باشه. بله، ولی متاسفانه اینطوری نیست. چرا؟ یه مدتی خودم هم دارم تقلا میکنم جواب این سوالو پیدا کنم. ببخشید، یلا. الو سلام خانم آذرنیام. الو سلام آقای فروزانفر. ببخشید صبح شما تماس گرفتیم من تو جلسه دادرسی بودم نتونستم جواب بدم چیزی شده؟ خبرهای خوبی ندارم راستش سهیل خرم که بازداشت شده خانومش هم فیلمو گرو نگر داشته نمیده ای بابا این که خیلی بد شد دلاورم بعید میدونم که صحبت کنه بدون اجازه سهیل خیلی خوب حالا بذاریم فردا صحبت کنیم ببینیم چی کار میتونیم انجام بدیم باشه خداحافظ بفرمید خواهش میکنم چیزی شده؟ داشتم با فروزانفر صحبت میکردم زهیل خرم بازداشت شد پس عموه کار خودشو کرد بله میمونه یه شاهد دیگه دلاور قاسمی اونم نمیدونم والا بفهمه خرم بازداشت شده شهادت میده یا نمیده پس داستان این پرونده پیچیده تر شده بله بگذاریم باید برین اداره ثبت ظاهرن جواب استعلام آقای داوودی اومده چشم فقط الان برم الان؟ نه چه کاریه بزنیم سر ثبت سر فرصتی 3-4 روز دیگه بریم با خیال راحت ببخشید الان باید برین دیگه خانم بله چشم همه جون خوش اومدید بفرمایید. ماما سریا سلام. خیلی خوش اومدید. قدم رنج فرمایید. چقدر متشکرم. خیلی خوشم چرا خوشم کردین. خوش اومدید. خیلی خوش اومدید. سلام. قدم رنج کردم. خواهش می‌کنم قابل شما رو نداره. شما با سریا باشید.
من قصه حبیبو تازه شنیدم. میدونم شاید یکمی برای تسلیت گفتن دیره، اما زحمت کشیدی عزیزم. عمتو دو بار بیشتر ندیدم، حدود 20 سال پیش. ماشاءالله بزنم به تخته تکون نخورده. شما لطف داری، اما این آینه ای که من هر روز خودم رو ورانداز میکنم تو برم مدرسه یه چیز دیگه ای بهم میگه. شکست نفسی میکنیم فاطمه جون. به قول مادر شوهرم، آدم همون چیزی رو تو آینه میبینه که دوست داره ببینه. شما اگه به حرف مامان گوش بدی، از فردا یه فاطمه خانم دیگه میبینی. گذشته زمان یه واقعیته، ما دیگه هیچ کدوم اون آدم های سابق نیستیم، اما من ناشکر نیستم. خدا رو شکر سرم به قیل و قال مدرسه و سر کله زدن با بچه ها و با پدر و مادرشون گرمه. باور نمی کنی چقدر خوشحال شدم وقتی شنیدم تو این شهر یه عمه باز خودم دارم. عزیزم، دلم میخواست سریا و بهزاد از همون بچگی این موضوع رو میدونستم، اما خب نه حبیب خدا بیامرز موافق بود نه آقا حسام. خب مهم اینه که حال دوره هم جمع شدی. سریا جان، عمه خانم و بابا ایفه و شیرینی سیرش نکنی یا بابا کبابا میمونه. بده من داداش، بیا برو اون بر، بیا برو طراحی گرافیک تو بکن بابا، این یه تخصصه. راستی عمه خانم میدونستی کباب درست کردن یه تخصصه؟ یعنی بادی که از سمت چپ میدی رو کباب، تو بادی که از سمت راست میتابونی روش، تومانی 100 تومن توفیر داره. راش من خیلی خوب کارت. کارم میکنم داداش، کارمو بلدم، تو نگران نباش. بیا. به 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 داداش، حد دستمو ناراحت نشه، وقتی الخور نشی من طرف تو هم. تو طرف کی نیستی؟ اینو بگو بابا. فیلی مکن، من جلو مامانت مجبور بودم. امروز رفتم پیش عموت، یه سفارش داشت واسهت. پس شدی خبرچین دو طرف، شغل تازت مبارک. بابا ازت اینجوری حرف نزن ناراحت میشم. من که گفته بودم میرم دست بوس عموت، چیکار کنم داداش، زندگی خرج داری. خیلی خوب بادتو بزن. بادم هم میزنم داداش، کبابم هم درست میکنم. عموت میخواد در حضور تو دلاور ملاقات کنه تا معلوم بشه ادعاهاش راسته یا داره چرت و پرت میگه. دلاور ملاقات کنه؟ خب بکنه، من که بعدم میمونم. منتها یه مشکلی هست، دلاور فقط حاضر در حضور باسپورس حرف بزنه. باسپورس؟ بله باسپورس. اینجوری که اوضاع میپیچه تو هم که اوضاع من یا اوضاع عمو. اون دیگه داداش روز باسپورسی معلوم میشه، تا ببینیم سنبه وکیل عمود پرزورتره یا کارگاه خصوصی جنابالی. کارگاه خصوصی؟ بله داداش، لو رفت رفت به کارش. فیلم دختره در اومد، دوربین مداربسته شرکت ازش فیلم گرفته. آدرس دفتر وکیله رو که به همون ندادی؟ نه بابا هول نکن دیگه، ما اونجوری هاش هم فنیسیم. فقط یه چشمه بهت نشون دادم که داداش بدون هماهنگی من اگه کاری بکنی روش میمونی. از این به بعد باید حواسمون به دلاور بیشتر جمع کنم. پس چی؟ برای اینکه همون موقع تهدیدی بلا ملایی چیزی سرش نگیره. اینقدر بهش بیعتمادی؟ سورایی که اینجاست. الو سلام علیکم، احوال شما چطوره؟ متشکرم خانواده محترم خوبن؟ نه موبایلش بکنم شارژ تموم کرده. نه همجاست، گوشی حضورتون باشه. بر خانومه خب بابا هستی دیگه، وقتی هستی بگم نیستی. خب بهار سلام. مهمانانی محترم، به میمنت و مبارکی حضور عمه خانم میخوام شما رو مهمان کنم به یک آهنگ پرقرل محلی که میگه بارون بارون بارونه، بارون بارون بارونه، دست بده دست بگه انتظاره. صدا چرا اینطوریه؟ چیزی نیست، امروز اومدم شرکت، نبودی؟ آره من امروز شرکت نرفتم. من برای آخرین بار راجع به یه مطلبی باهات صحبت کنم. گوش میکنم، بگو. ببین بهزاد، من بازم میگم که این مرافعه که تو بابام رو انداختی دو سر باخته. تو این دعوا هیچ برنده‌ای وجود نداره بهزاد. خواهش میکنم از خر شیطون پیاده
سعی کن عاقلانه تصمیم بگیری. ببین بهار، راجع به این موضوع حرفمون رو با هم زدیم، من دیگه حرف تازه‌ای ندارم. این حرف آخرته. متاسفم. عمه جون، مادرتون کی فوت کردن؟ الان 4 سالی میشه. خدا رحمتش کنه. خدا رفتگان شما رو بیامرزه. الان که دارم فکر میکنم واقعا بعد از اون خدا بیامرز این اولین شبیه که من تنهایی شام نمیخورم. نوش جونتون. آخر شبش هم نیستم خانوم. ما دیگه بلتون نمیکنیم. این اصلا یا. عمه خانوم مگه ما میذاریم؟ ببین گوجه اصل ورامین همه خانم ها به قاعده 2 کیلو این علیاقه ترواریه بین 10-12 تا صندوق قسم سوا کرده بزنی بر بدن نوش جان تبسم میکنه برات. دستتون درد نکنه، زحمت کشیدی، ممنون. دست درد نکنه. بزن جون بزن. خونه خیلی قشنگی دارین، خیلی وقت اینجایی؟ راستشو بخوای حبیب که رفت هیچی از خودش نذاشت، هم بلخرج بود هم زود کلا سرش میرفت. این خونه رم خدا خیرش بده، آقای حسام واسم می‌خرید. شما چی عمه جان؟ انشالله که خونه مال خودتونه. آره عزیزم، خونه مال خودمه. راستشو بخوای من گذشته خیلی تلخی با برادرم داشتم، نه اینکه منظورم شوهر شما یا پدر شما باشه، از برادرهای خودم دارم میگم که واقعا برام نابرادر بودن. یه روز حبیب خدا بیامرز و حسام اومدن من و مادرم رو بردن محصر، خونه رو به اسممون کردن، یه مقرری برامون تعیین کردن و ما یه اسنادی رو امضا کردیم. بعدن کاشف به عمل اومد که با امضا کردن اون اسناد در واقع سهم الارثمون از دست دادیم. سلام آقا. چی شد منو چه؟ هیچی آقا، من فرمایشات شما رو مو به مو انتقال دادم، حالا دیگه راست و دروغش با خود بهزاد. میگین یارو مردک دلاور گفته من فقط یه بار حاضرم شهادت بدم، اونم روز بازپرسی. خیلی خوب، بذار هر کاری میخواد بکن. آقا نمیشه که. یعنی چی؟ آخه این برداشته امشب خواهر نادنی شما فاطمه خانم رو دعوت کرده اینجا، بساطی رو انداخته. اون دیگه چی میگه؟ واسه چی اومده اونجا؟ چه میدونم آقا، شام دعوتش کرده اینجا، کلی هم گپ زدن و اینا، الانم بهزاد برد برسونتش. چی ها میگفت اون خانم؟ هیچی آقا، یه خود نکنال کرده و گونه میدونم ارث میراث رو کشیدن بالا، سهم همونه دادن. گفتم بابا یه ذره قانع باشین، ارث مال دنیا رو نخورید بابا، بلکه نسبت شما دور از جون آدم فردا میخواد تو دو وجب خاک بخوابه. چیز دیگه ای نمیگفتن؟ نه دیگه آقا چیزی نگفت، ولی آقا باور کنید من با شما، یعنی اگه خدایی نکرده بدونم یه ذره شما از هم دل خورین، من حساب کتابمو به ازاد جدا میکنم، دست زنمو میگیرم میرم از اینجا. ها منوچه جانم، آقا برگرد کاخونه. چشم آقا، چشم و چشم، من فردا صبح 6 صبح اونجا. آقا اگه میخواید من واقعا تو این چند وقته الو قد شد. منوچه جان کدوم خواستن، کدوم جنون، کدوم عشق؟ شاید خیلی از این حرفا دروغه، تا وقتی با همین از عشق میگیم نباشیم قولمون حتی دروغه.
از این عشقایی که زنجیر میشه، هوس هایی که دامنگیر میشه. میترسم چون دلم بی‌اعتماده به احساسی که بی تأثیر میشه. نه این که عاشقی حال خوشی نیست،